یک پروفسور امراض جوف دهان ضمن تاکید بر شستن دندانها صبح بعد از بیدار شدن و شب قبل از خواب میگوید عدم رعایت حفظ صحه دهان و دندانها، نوشیدن نوشابه های گازدار و خوردن شیرینی ها باعث پوسیدگی مینای دندان میگردد. نمرات کردن حفظ صحه اغذی مواد شیرینی با یک کاربوهیدرات های زیاد سبب از میشه که این میکروبا در جوف دهان به شکل طبیعی وجود داره. وقتی که این مواد غذایی آمد بالای دندان ها، تا وقتی که دندان دهان خروج نکرده این پوسیدگی دندانی وجود نداره. وقتی که دندان دهان به وجود آمد این مرض کتش چه میشه آغاز میکنه که آغاز شدنش اونمو باکتریایی است که در جوف دهان به شکل غیر طبیعی به نام ساپروفیت مایات میکنیم موجود میباشه. وقتی که مینای دندانی در جوف دهان دندان خروج میکنه و زمینه برای ازید مساعد میشه، این باکتریا چی میشه؟ فعال میشه. وقتی که این باکتریا فعال شد یا اینمی مواد غذایی را به تیزاب یا اسید تبدیل میکنه و این اسید بالای نسج مینای دندانی تاثیر کرده فرسوده میسازه. وقتی همون نایه را فرسوده ساخت آهسته آهسته یک لکه سفید به نام مکول آیات میشه. این لکه سفید آهسته آهسته پیشرفت میکنه. وقتی که یه آیسته آیسته پیشرفت کرد مواد عضوی هم در اینجا چی میکنه؟ تخریب کرده میره. وقتی که مواد عضوی رو تخریب کرد در مراحل اول برای مریض هیچ درد نیست، به تفاوت از مردم ما به مقابل، به خاطر اینکه و دندانهای خود چک نمیکنن. وقتی مراجعه به دکتر میکنه که به درد مواجه شوند، تا که به درد مواجه نشده هر لکه و سیاهی که در دندانش موجود بود برش به تفاوت است نمیرن. پروفسور پروانی توصیه کرد که از خوردن شیرینی های زیاد و نوشیدن نوشابه های گازدار نیز خودداری شود، زیرا یکی از عوامل عمده خراب شدن دندان ها همین دو چیز می باشد. و بدترین مرض با مقابلش انمی شیرینی باب گازدار است که سبب فرسوده شدن مینای دندانی میشه و هم طفلا زیادتر ایره خوش داره، فامیل اکثر هم برش میتن و وقتی که مراجعه میکنه اطفالشان حتی در مرحله دندان های شیری با این مشکل مواجه است. پروفسور پروانی به مادران توصیه کرد که اطفالشان را تا 2 سال با شیر خود تغذیه نمایند، زیرا شیر مادر مقوی و حاوی ویتامین ها و کلسیم می باشد. دندانه طفل وقتی که تولد می شه بسیار خوب می باشد. وقتی که طفل به دنیا می آید و مادر در او وقت باز از ویتامین های معین استفاده نمی کنند، از رژیم غذایی سالم استفاده نمی کنند، کلسیم و ویتامین های معینی که در نسج دندانی رول داره کافی نمی باشه، دندان ضعیف و فرسوده می باشه. و مادری که 2 سال افغان آمتور است خوبیش دمی است که دیگه دنیا با اطفال خود یک مام شیر نمی تن. ولی مادرای افغان خوبیش دمی است که 2 سال مکمل شیر می ته به طفل خود. در این 2 سال مکمل یک شیر می خورن دندانه مردم افغانستان نسبت به کشورهای اروپایی و پیشرفته مرضش کمتر است. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.